بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم، كتاب أصدر موردي أحكامك متعلق بالتيمم. مشى دا تيمم بخاطر زي بعد مسائل وضوء، مسائل غسل، حيث ذكر كتك بخاطرك التيمم هم يكي أنواعي طهارة هاس، يكي طهارة بآبس ويكي طهارة بخاكس. در صورتك آب نباشا التيمم عوز ده بعوز اب كفايه ما يكون التيمم ده لغه عربي بمعنى قص كردن. در اصطلاح شريعه التيمم القصد الى الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين، قص كردن زميني باك ومسح كردن روي ودست. ده وقتك اب نباشا يا وقتك انسان از استعمال اب عاجز باشا. ومصنف رحمه الله عليه، امام بخاري رحمه الله عليه، قسمك عادت شس در ساري هر كتاب هر باب كدام آيات كباش آيات ميرا. در أول كتاب ونمي آيات كدر مورد التيمم ورا ذكر ميكونا. باب التيمم، قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء، الله عز وجل قفتك وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولم تجدوا ماء وإن كنتم على سفر مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أجر شما مريض باشن يا مسافر باشن، أو جاء أحد منكم من الغائط يا بيا يدك يا شما قضاي حاجات، أو لامستم النساء يا شما هم بيستريبكن بهم راي خانم هايتا. إن در سورة حدث أصغر وأكبر دار دوشن. فلم تجدوا ماء كشما بيدانكن أبرا فتيمموا فشما قسكن صعيدا طيبا زميني باكرا. فامسحوا بوجوهكم فشما مسحبكن بروهاية وأيديكم ودستهاية منه أزمي زميني باك. وقتك زميني باك ميزان بزميني باك شما رويها بونمي مسح كردن، شما بونمي زربة شما روي خدا ودستهاية خدا مسحبكن. از آیت معلوم میشه که در صورت تیمم در صورت جایز است که آب نباشه. فلم تجدوا ماء، در صورتی که آب نباشه، نبودن آب یکی خوبی به شکل است که آب اصلا وجود نداشته باشه، و دیگر در صورتی که آب وجود داشته باشه لیکن انسان از استعمال آب عاجز باشه، یا به خاطر که مریض است اگر آب استعمال میکنه هلاک میشه یا مرض شجاعت میشه، یا اگر آب استفاده میکنه خودش مثلا در سفر است اقدر آب به خود داره که به خاطر نوشیدن خودش کفایت میکنه. اگر به او آب وضو میگیره یعنی خودش از تشنگی هلاک میشه یا مرکبش هلاک میشه، در این صورت باز مهم میتونه که تیمم بکنه. حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. عائشة رضي الله عنها فرمت كما برمد بهمراي رسول الله صلى الله عليه وسلم در بعض السفر هايش، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وقت كما رسيد بمقام بيداء يا بمقام ذات الجيش إنام هاي جاهز كي در بين مكوم مدينة قرار دار، إن قطع عقد لي خطشد أزماء يكلاكيتي كما داشتم از گردن ما قطع شد افتید، از پیش ما گم شد. فاقام رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس اقامت کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوجا علی التماسی بخاطر تلاش کردن ازو. و اقام الناس و معه، و مردم بامرای پیغمبر اسلام دوجا اقامت کردن ماندن. و لیسو علی ماء، در حالی که نبودن اونها با آب، یعنی آب نبود دوجا. فاتا الناس الى ابی بکر الصدیق، پس آمدن مردم با ابو بکر صدیق رضی الله عنه. فقالوا گفتن: الا ترى اي نم بني ما صنعت عائشه، انچك عائشه قد اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس پیغمبر اسلام مردم را يعني استاد کرده ده یک جای انهار مانده، وليسوا على ماء در حالك انها باب نيستن ان اب بشانس، وليس معهم ما ونيس بهم راي خدشان اب دو جام اب نيس كدام چشمه وغيره، ونام بهم راي خد اب ندر.
فجاء أبو بكر ووقت نماز شيخ اسم بيت بكرم فجاء أبو بكر فس أبو بكر أمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي در حالك رسول الله صلى الله عليه وسلم من دبد رأسه سرخدا على فخذي برانما قد نامك خواب كردبود فقال قفت أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر فدرش بود برش قفت حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تبند اندخت پیغمبر اسلام را والناس مردم را وليس على ماء در حالك نيستن انها با ایک جای که دوج آب باشا وليس معهم ماء وبمرأي خودشانم آب نيست فقالت عائشة عائشة فرمائد كي فعاتبني أبو بكر أبو بكر مرة ملامت مكت وقال ما شاء الله أن يقول ومي قفت مرة أنش كي الله خواستبت كي بقويا مرة ملامت مكت قفاي زشت مقفا وجعل شروش يطعنني بيده كي مرة أمت ميزد بدست خد في خاصرتي دي قسمة دي خبر غيما فلا يمنعني من التحرك بس منا نمكد مرة من التحرك أس حركة أسهر خردان إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ما قرب داني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي برانما يعني بخاطرك رسول الله أز خواب بيدار نشوى راحتش خراب نشوى أزو خاطر ما أز جاي خود شور نمي خردم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بس خيس پیغمبر صلى الله عليه وسلم حين أصبح زمانك سباشد على غير ماء بغير آب آب نبود فأنزل الله آية التيمم بس نازل كد الله عز وجل آية التيمم را فتيمموا بس كله تيمم كردن فقال أسيد بن الحضير أسيد بن الحضير رضي الله عنه قفت بأبو بكر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا أولين بركة تانيس أي خاندان أبو بكر يعني شما سبب بركتي مردم شدن الله بخاطر شما بمردم بركت دادا إجا نسبة بركت بسبب شدن كي شما سبب أزي بركت شدن كي الله عز وجل بخاطر شما إنما حكم التيمم نازل كرده قالت عائشة فرميت فبعثنا البعير بس ما خستان دي ما شطر الذي كنت عليه وشطر كي ما بلا يزو سوار بدم فأصبنا العقدة تحته بس ما رسيدم يعني ضيافتم العقدة لا كتف تحته زير أزو خو مناسبة هذه حديث بهم رأي باب وازي حس كي تيمم در شي وقت مشروعيتش آغاز سودا دهيك السفرها كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهم رأي الصحابة دهيك جاي بود كي آب نبود الله عز وجل آية تيمم نازل کرده إنمي إك سهولة تسكي الله تعالى بينمي أمت دادا بخاطرك الله عز وجل أمي فرميت كما جعل الله عليكم في الدين من حرج الله تعالى در دين بشما حرج السختيرة وزن كردا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله بشما إرادي أساني دارا والله بخط براي شما إرادي سختين نمي كنا الله سختيرة نمي خوا إك سهولة هاي اسكي الله عز وجل بينمي أمت دادا ودقاجي حديث معلوم مشكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عالم غيب نبود اگر پیغمبر عالم غيب ميبود مثل كآل بعض مردم كودم چيز اسكاسي قم مشا جايشا نشان ميت كده فلانا جاس مردم بو عقيدة ميكونا بكاهنا وبا جادو قرام اگر كسي غيب ميفهمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ازهما كده بهترس وميفهمت كي زيره مشوتر چيز دست لاكي تسخو لكن چون پیغمبر عالم غيب نبود ازي خاطر پیغمبر اسلام هم اقبا تکلیف شد صحابان با تکلیف شدن و پسان که شطور خستان دن زیر ازو لاکت بود پس انبیاء غیب نمی فهم اولیاء غیب نمی فهم غیر از اللہ تعالی دیگه ایش کسی عالم غیب نیستن قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله الله با پیغمبر خود خطاب میکنه که بگو ای پیغمبر لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله نمی دانه کسانی که در آسمان هست و کسانی که در زمین هستن غیب نمی فهم الا الله جزء الله هيك كسي غيبنا ميدنا حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير سيار ميجا بما حديث بين كرد يزيد بسر صهيب الفقير كفقير بود فقير
هدف از فقیر این بود که مال نداشت. فقیر بخاطر گفته میشه که لعلم کان فی فقاره، بخاطر که در مرهای کمری ازو درد بود، از این خاطر او را فقیر میگه. قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يزيد فقير ميغا كي جابر بن عبد الله بما حديث خبر دالا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كي النبي صلى الله عليه وسلم فرمودا اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، اعطيت خمسا دادا شود بما پنج خصلت پنج خصوصيات لم يعطهن احد قبلي كي دادا نشود به هیچ کس پیش از ما. إذا پیغمبر علیہ السلام با على طريق تحديث بالنعمت ميگا کہ الله عز وجل اپن نعمت بما دادا کہ به هیچ کسی قبل از ما نه دادا بود، به هیچ پیغمبر نه دادا. مسرت بالرعب مسيره شهر، اول خصلت اس کی نصرت بالرعب بما کومک شود از طرف الله عز وجل، بالرعب برعب اندختن در قلب دشمن، مسيره شهر ده مسافه یکما، دا مسافی یک ما که دشمن نامی مرا میشنوا در دل ازو رعب و حیبت مفتا. و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، و گردانده شده برای ما زمین مسجدا جای نماز، و طهورا و پاک کننده. اینمی خصوصیت از امت است که الله عز و جل بینمی امت زمین مسجد گردانیده و زمین پاک کننده گردانیده. مسجد به این معنی که در هر جا نمازی از امت میشه، از امتهای سابقه فقط در معابدشان نمازهایشان میشد و در جای دیگر نماز نمیشد. و دیگر زمین الله تعالی به ما طهور گردانیده، پاک کننده. اگر آب نباشه میتونیم که تیمم بکنیم. فایما رجل من امتی، پس هر کسی از امت ما، هر شخص از امت ما ادرکته الصلاة که وقت نماز سرش بیاید، فلیصلی، باید که نماز بخونه. بخاطر که دیگه حدیث است که فإن معه مسجده و طهوره، بخاطر که به همراهش مسجد شمس و به همراهش پاک کننده زمین پاک کننده مس. از این خاطر کسی عذر پیش کردن نمیتونه که ما خو آب نداشتیم، از این خاطر ما نمیتونستیم که نماز بخونیم، یعنی مسجد نبود. تمام زمین الله تعالی مسجد گردانیده. البته بعضی جاها را پیغمبر اسلام گفته که دوجه نمازها نمیشه. حدیث میگه نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کرده از نماز خواندن در مقبره، در جایی که مقبره باشه اوجه از نماز خواندن منع کرده. در کدام مساجدی که قبر باشه در اوجه نماز باید خواندن شوه، مثل مسجد شهداء صالحین واره که تمام اطرافش قبور است، در مابینش مسجد است، و خصوصا مسجدی که به خاطر قبر ساخته شده باشه، به نام کسی، به خاطر احترام کسی یک مسجد ساخته شده باشه، دوتر مساجد نماز نمیشه. این عادت نسوارا بود، اهل کتاب بود که پیغمبر اسلام میفرماید که اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، اینها وقتی که در بین اونها یک شخص صالح وفات میکرد بنوا على قبره مسجدا، انها بلای قبرش مسجد جور میکردن. بس داخل حدیث میگه اولئک شرار الخلق عند الله، انها بدترین مخلوق هستند پیش الله تعالی. بس در جایی که خبر باشه نماز خواندن اوجه خواندن درست نیست، و در حمام نماز خواندن درست نیست، و در جایی که چتلی باشه مزبله باشه اوجه نماز خواندن درست نیست، جای شطور، جایی که شطور نگاه میشه معاتن الابل که میگه اوجه نماز خواندن درست نیست. پیغمبر اسلام گفت که صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی معاطن الابل، شما در جایی که گوسفندها نگاه میشه دوجه نماز بخوانین، ولا تصلوا فی معاطن الابل، و در جایی که شترها نگاه میشه شما نماز نخوانین. و اعطیت الشفاعه و حلت لی المغانم، و حلال شده بما غنیمتها، غنیمتها با امتهای سابقه حرام بود. غنیمت اومالا گفته میشه که کدام مالی که مسلمانها دا وقت جنگ از کفار میگیره اون غنیمت میگه. با امتهای سابقه غنیمتها حرام بود، وقتی که در جنگ در جهاد غنیمتها را میگرفتن مالی غنیمت جمع میکردن، بعض از طرف اسمان آتش میامد اون را میسوختن، و این علامه قبول شدن جهادشان بود که آتش میامد غنیمتهایشان را میسوختن.
وبي أمت الله غنمة حر حلال كردا وحلت لي المغانم وحلال شذب ما المغانم غنمتها ولم تحل لأحد قبلي وحلال نبد غنمتها بهيج كسي بيش أزما وعطيت الشفاعة وداد شذب ما شفاعت إجا مراد الشفاعة شفاعتي كبراس كده رزق قيمت بخاطرك وقتك إنسانها بسار بتنج مشا پیش پیغمبران علیه السلام میره پیش آدم علیه السلام پیش نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی و عیسی علیه السلام هر کدامشان جواب میتا پیش اونها میره که با الله شفاعت بکنه که الله به ما حساب شروع کنه هر کدامشان جواب میتا باز آخر پیش پیغمبر آخر زمان میره مردم باز رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت میکنه و الله شفاعت حضور قبول میکنه ایره شفاعت کبرا میگه و اعطیت الشفاعت شفاعة وذا شد بما شفاعت إن شفاعة كبرى وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة خصوصية شارمس كي بنجمس وكان النبي وبوديك بغنبر يبعث إلى قومه كروان من شد بقوم خد خاصة تنها وبعثت إلى الناس عامة ومروان شدم بإنسانها بالتوري عموم هذا مخاطر وقت كما قرآن مبين وإذ قال موسى لقومه زمانك موسى بقوم خد قفت وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل بيا بني إسرائيل خطاب مكنا بيا قوم خطاب مكنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره إن هر بيغمرك الله روان كرده بقوم إش روان كرده لكن وبعثت إلى الناس كافة عامة وما روان شدم بإنسانها بتوري عموم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا الله مفرمايت كما ترى روان نكر دم إبيغمبر إلا كافة للناس ما قرب رأي تمام إنسانها ما ترى روان كردم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إبيغمبر بمردم بقو أيها الناس أي مردم إني رسول الله إليكم جميعا ما في رستادي الله سنبه هميتان الله إبيغمبر بخاطر تمام إنسانها روان كرده بعرب وبعجم وبهر إنسان بهر قوم الله روان كرده خو مناسبة حديث بهم رأي باب دينا ميجاسكي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الله تعالى زمين ربما مسجد قردان دا والله زمين بخاطر ما باكونين دا قردان دا بومت هاي سابقات تيمم جايز نبود تيمم الجملة خصوصيات هاي أزي أمتس باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا باب استربعين يزيك وقت كإنسان فيدانا ميكونا أبرا ونخاكرا إلى مسألة فاقد الطهورين ميغا فاقد الطهورين كسرة قفتا مشاكينا أب داشتا باشا ونا خاك باشا كيبوت تيمم بكونا مثلا إك نفرس مريض اس أب بيش أزون نيس مثلا وخاكم نيس لشفخان اس جاي بجاي اس واز جاي خود برون شدنا ميتانا إك نفر بندي هس كده وجه أبم نيس تو خاكم نيس كيبوت تيمم بكونا چی قسم باید بکنه امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر میکنه و از حدیث استنباط میکنه که کسی که فاقد الطهورین باشه با محالت خودش نماز بخونه بدون وضوء بدون تیمم نماز بخونه بخاطر که فتقوا الله ما استطعتم الله عز وجل گفته که از الله بترسین به اندازه توانتان حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة عائشة رضي الله عنها عروة بن زبير عائشة روايت ميكون أس قال يخد كعائشة قفت أنها استعارت من أسماء قلادة كعائشة بعاريات قرفتبود إن أمانات قرفتبود أز أسماء رضي الله عنها كخوهارش بود قلادة إكلاكتا فهلكت بس أنا ملاكت يعني قمشد فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بس روان كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كسر شخص فوجدها بس ريافت فأدركتهم الصلاة بس غير كد أنهار وقت نماز بأنها أمد وليس معهم ماء ونبد بهم رايشان آب وحكم تيمم تبالي نازل نشد أبد أزي خاطر فصلوا أنها نماز خواندن بدون وضوء وبدون تيمم نماز خواندن فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس شكايت كد أنها
يعني بيان مشكله بيان كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايه التيمم بس نازل كد الله عز وجل ايه التيمم فقال اسيد بن الحضير بس اسيد بن حضير قلت لعائشه تبع عائشه رضي الله عنها جزاك الله خيرا الله عز وجل بتو خير جزاي خير بتا الله بدلي خير بتا بتو فوالله قسم بالله ما نزل بك امر تكرهينه نازل نشود بتو يكشيزك تورا بدمي بني اترك حادثه بتو نامدا الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا مگر گرداني ده الله عز وجل ذلك ونمكارك ترى خفامكنا لك براي خدت وللمسلمين وبراي مسلمانها فيه دو خير دن خير الله دو خير من دازا مثلك واقعي افك وقتك منافقين بعائشة رضي الله عنها تهمت كردن عائشة بسار خفشت لكن الله عز وجل از اسمان براءتي ازور نازل كد آيات هاي براءتي عائشة الله نازل كد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم ونمي آيات هاي بخاطر تمام امت تشريشت لك شريعت جورشت ويجم كعائشة رضي الله عنها لكي تخذ أقوم كرده بود بأي خفاش ده بود الله عز وجل يك حكم روان كد كي بخاطر تمام مسلمانها بخير ومصلحة شانس خوي جاي من بخاري يحديث بخاطر فاقد الطهورين ورده يعني كسي كنا آب پايدا ميكونا ونا خاك باشا كي بود تيمم بكونا فاقد الطهورين باشا يك نفرد تيارة سفر ميكونا مثلا آب منيس و خاك منيس كي تيمم بكونا چي بايد بكونا دای مسله امام مالک رحمت الله علیه نظر شیس کی ازمی انسان نماز ساقط میشه کسی کی فقید طهورین نماز از پیش ازو ساقط میشه نه خوانده نه د وخت نماز خواندن سره ازو است و نه قضا ایش است به خاطر کی به نماز مکلف نیست نماز بدون وضو نمیشه به نماز مکلف نیست و امام شافعی رحمت الله علیه نظر شیس کی دا بدون وضو نماز بخونه لیکن بعض وقتی که وضو آب پیدا کنه بعض وقتی که آب پیدا کنه وضو بگیره یا تیمم بکنه اگر آب نباشه بعض اعاده نماز بکنه دا وقت نماز بخونه و بعض اعاده نماز سرش است و امام احمد رحمت الله علیه و امام بخاری رحمت الله علیه نظر شیز که اینمی انسان با محالت خودش نماز بخونه نماز با حالت خودش بخونه وبعض عادين نماز ترش نيست امام ابو حنيفه رحمه الله عليه ميگه كي نماز نخونه بعض وقتي كي اب پيدا ميكنه يا خاك پيدا ميكنه كي تيمم بكنه بعض نماز خود قضاي بيره لكن راجح نظر ان من نظر اس كي نماز خود با محالت خودش بخونه مثل كي ديجا فصلوا ان مي كسان را كي پیغمبر اسلام پشتي لاكيت روان كرده بود اونها نماز خواندن بدون وضو نماز خواندن و تيمم خو بخاطر ازين بود كي تبالي حكم تيمم نازل نشده بود پس اونها با محالت خودشان نماز خوانده بود و پیغمبر اسلام به اونها امر به اعاده نماز نکرد و دیگه الله می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی هیچ کس را مکلف نمیکنه مگر به اندازه طاقتش را مکلف میکنه فتقوا الله ما استطعتم شما از الله تعالی بترسین به اندازه توانتان انسان به اندازه توان خود مکلف است که عمل بکنه و مثل که دیگه شرایط نماز در وقت عذر ساقط میشه مثلا یک کسی نماز قیام در نماز فرض است بدون قیام نماز نمیشه اگر کسی معذور باشه اینمی رکن از پیش ازو ساقط میشه میتونه که شتکایی نماز بخونه با می قسم وضو به خاطر نماز شرط است لیکن در صورتی که انسان وضو گرفته نمیتونه اینجا ساقط میشه از پیش ازو باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء باب استر بيان التيمم كردن در حزر يعني وقتك انسان در حزر باشا مسافر نباشا در صورتك اب پیدا نمیکنه میتونه کی تيمم بکنه و نماز بخونه دی باب امام بخاری رحمه الله علیه تقریبا سه مسئله ذکر میکنه مسئله اول در صورتك انسان در حزر اب پیدا نمیکنه میتونه کی تيمم بکنه بو تيمم نماز بخونه ایرا از عطا ابن ابي رباح نقل میکنه مسئله دوم اگر کسی مریض باشه آب باشه پیش ازو لیکن کسی نباشه که به او آب بتا و خودش به آب خود رسانده نمیتونه میتونه که تیمم مریض تیمم بکنه به تیمم نماز بخونه مسئله سوم اگر کسی نزدیک شهر باشه و در وقت نماز
د اخري وخت نماز بشار داخل شو د میتنه اي میتنه کې د مسیر راي خود تيمم بکنه د ایبر عمل کړ دی عبد الله بن عمر نقل میکنه کې عبد الله بن عمر تيمم کړ د نزدیک مدینه منوره او بو تيمم نماز خوانده بود په وخت کې د مدینه داخل شو ده بود یعنی وخت دیګر به حال خودش باقی منده بود خو لیکن پیش ازو در رایش تيمم کړ او نماز خواند باب التيمم في الحضر باب استربعي من التيمم كردن در حزر در أبادين إذا لم يجد الماء وقتك آب بيدانا ميكونا وخاف مترس فوت الصلاة استرشدن النماز كي نماز قضاء ميشا وبه قال عطاء بي قول كرد عطاء بن أبي رباح إن إنسان ميتنا كي تيمم بكونا ونماز بخونا وقال الحسن في المريض عنده الماء وحسن بسري قفت در باري مريضي كي بيشازو آب باشا ولا يجد من ينابله كي پیدا نه میکنه کسی کی بو اب بتا و خودش به خود خود به اب رساند نه میتنه گفت یتیمم تیمم بکنه و به تیمم نماز بخونه و اقبل ابن عمر من ارضه بالجرف و آمد عبد الله بن عمر الزمین خود بالجرف کی زمینش د جرف جرف نام یک جایس نزدیک مدینه منوره کی در بین مدینه تقریبا 3 میل مسافه است د جرف زمین شبود زمین خود برگشت فحضرت العصر عصر پس حاضر شد وقت دیگر بمربد النعم د جایی که بنامی مربد النعم بود نزدیک مدینه بود اینم جای فصلى نماز خوان ثم دخل المدینه باز داخل شد بشار مدینه منوره والشمس مرتفعه در حالی که افتاب بلند بود فلم يعد نماز خود اعاده نکد نماز خود به تیمم خواند و بعض وقتی که مدینه داخل شد آفتاب خوب بلند بود این وقت نماز دیگر به حال خودش باقی مانده بود نماز خود اعاده نکد حدثنا یحیی البته بهتر ایست که وقتی که انسان شاید که عبدالله ابن عمر قبلا وضو داشته باشه و به خاطر تجدید وضو تیمم کرده باشه والله اعلم این بهتر است وقتی که انسان نزدیک شهر باشه مطمئن باشه که ما در داخل وقت خود به ابر رسانده میتانیم بهتر است که انتظار بکنه تاکید به آب خود برسانه و بس وضو بگیره و به وضو نماز خود بخونه البته اگر کسی به تیمم نماز خود بخونه در مسیر رای خود دهی کده مشکل نیست نماز شده حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربیعه عن الاعرج قال سمعت عمیرا مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى میمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر گفت أقبلت أنا وعبد الله بن يسار آمد ما وعبد الله بن يسار مولى ميمونة كي غلام يزاد شدي ميمونة رضي الله عنها بود زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة خانم النبي صلى الله عليه وسلم بود حتى دخلنا على أبي جهيم تاك ما داخل شدين با أبو جهيم بش أبو جهيم رفتم أبو على أبي جهيم بن الحارث ابن السمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أبو الجهيم بما قفت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل أمد النبي صلى الله عليه وسلم أسترفي شاه جمل نمي شابد فلقيه رجل بس ملاقي شد بأمراء النبي صلى الله عليه وسلم يكسي بأمراء شروع بروشد فسلم عليه أمو شخص بنبي صلى الله عليه وسلم سلام داد فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بس جواب نداد بو نبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار تاكي أمد بالديوال فمسح بوجهه ويديه بس مسحكت بروي خود بدستهاي خود ديوال زاد بس بدستهاي خود روي خود ودستهاي خود مسحكت تي ممكن ثم رد عليه السلام بس جواب السلام يا زور داد وبس إيرا برش قفكي كرهت إني كنت على غير طهارة ما بطهارت نبودم فكرهت أن أذكر الله على غير طهارة بس ما خب نديدم كما نامي الله بدون طهارت ياتكن بخاطرك سلام نامي الله سلام نامي الله أزي خاطر تيمم كد بعد زو جواب السلام شداد خوازي حديث إمام بخاري استدلال ميكونا كي يكسي ميتنا كي در حزار تيمم بكونا البتا تيمم كي بخاطر تيمم بخاطر نماز فرض مثلا وضو بخاطر نماز فرض است د جای کی وضو فرض است د صورت کی اب باشا
وعدم میتونه که وضو بگیره بس دوجا تیمم کفایت نمیکنه اما به خاطر کدام چیزی که وضو مستحب است مثلا کسی قرآن میخونه ذکر الله را میکنه به خاطر قرآن خواندن از حفظ به خاطر ذکر الله تعالی وضو شرط نیست تنها مستحب است بهتر است که آدم وضو داشته باشه دایتر موارد باز آدم میتونه که حتی در حضرم تیمم بکنه مثل که رسول الله دیجه به خاطر جواب سلام تیمم کرده باز جواب سلام داده اگر نه جواب سلام خب بدون تیمم بدون وضو آدم جواب سلام داده میتونه لیکن مستحب است که نام الله را انسان به طهارت بگیره باب هل ينفخ فيهما باب است در مورد ازی که ای وقتی که انسان تیمم میکنه زمین و دستهای خود میزنه ای دستهای خود فوف کنه به خاطر که خاک از او دور کنه در این مورد اگر به دستهای آدم دستهایش خاک آلود میشه بهتر است که انسان دستهای خود فوف کنه باز روی خود و دست خود مسح بکنه به خاطر که الله عز و جل نمیخواد که ما خود به خاک ملوث کنیم اصل مهم دیجا عمل کردن به حکم الله هست حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أز عبد الرحمن بن أبزة رواية مكنا أميجا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمد يك شخص بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قفت إني أجنبت ما جنوب شدم فلم أصب الماء پس ما نرسیدم به آب یعنی آب پیدا نکردم چی باید بکنم فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب عمار بن ياسر به عمر بن الخطاب گفت که اما تذكرو آیا تو بیاد نداری انا كنا في سفر که ما بودیم در سفر انا و انت ما و خودت فاما انت فلم تصلي دیگر روایت ها مده که هر دوی ما جنوب شدیم فاما انت فلم تصلي هرچ خودت بودی نماز نخواندی و اما انا هرچ ما بودم فتمعقت ما در زمین لول خوردم یعنی کل بدن خود به امرای خاک آلوده کردم تیمومی که به عوض غسل میشه او را به غسل قیاس کرد که در غسل خودم کل بدن خود میشه شاید تیمومی که به خاطر جنابت میشه هم به این قسم شوه فصلیت پس ما نماز خواندم فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع اقصر بالنبي صلى الله عليه وسلم ياد كردم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بس النبي صلى الله عليه وسلم بما قفك إنما كان يكفيك هكذا بتو كفاية مكد اقسم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض بس زاد النبي صلى الله عليه وسلم دستهاي خد زمين را زمين زاد ونفخ فيهما بس دستهاي خد ففكد ثم مسح بهما وجهه وكفيه باز مسح کرد با دستهای خود وجهه روی خود و کفایه دستهای خود این همه قسمت دستهای خود این مسح کرد پس از این حدیث ثابت میشه که تیمم مثل که بخاطر در وقت حدث اصغر میشه تیمم از حدث اکبر میشه از جنابت هم میشه و تیمم که از حدث اصغر و از حدث اکبر میشه به هم فرق نداره تیمم که به خاطر حدث اصغر میشه و به خاطر جنابت میشه یک قسم تیمم است و دیگه از این حدیث معلوم میشه که اگر کسی اجتهاد میکنه در یک مسئله اجتهاد میکنه در یکی از مسائل که با عبادت تعلق داشته باشه اجتهاد میکنه در اجتهاد خود خطا میشه اونم عملش اعاده عمل سرش نیست مثل که دیجا عمر بن یاسر در اجتهاد خود خطا شده بود پیغمبر اسلام برش نگفته که تو نماز خود اعاده کو و دیگه دیگه حدیث کیفیت تیمم ذکر شده که کیفیت تیمم فقط یک ضرب است تیمم فقط یک ضرب است و بین یک ضرب آدم روی خودم مسح کنه و دستهای خود کفین خودم مسح بکنه و او حدیثی که بعض علما میگه که تیمم دو ضرب است و یک ضرب به خاطر روی است و ضربه لیدین و دیگه ضرب به خاطر دستها است به آرنج ها و حدیث سند ضعیف است در سند از حدیث راوی به نام علی بن زبیان است با اتفاق محدثین ضعیف است و ای قوی ترین حدیث در تیمم اینمی حدیث عمار بن یاسر است که پیغمبر اسلام طریقه تیمم برش نشان داده که زمین به دستهای خود زد باز دستهای خود فف کرد فف کردن دستها در صورتی که خاک به همراهش باشه
ای بهتر است که دستای خود آدم فف کنه و اگر خاک نباشه باز مهم نیست بازوری خدا و دستای خدا مسح کرد. باب التیمم للوجه والکفین، باب استر بیان تیمم کردن برای مسح کردن روی و برای مسح کردن کفین. یعنی طریقه تیمم امام بخاری اشاره میکنه که فقط در تیمم مسح کردن روی است و مسح کردن کفین است. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا. عبد الرحمن بن أبزة مي فرميت كي عمار إرى قفت وضرب شعبة بيديه الأرض وشعبة كيك أزروات حديثة زاد زمين را بدستهاي خد ثم أدناهما من فيه باز دستهاي خد دهاني خد نزدك ثم مسح وجهه وكفيه باز مسح كدروي خد وكفيه ودستهاي خد كفيني خد. وقال النضر ونزر قفت أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن ديجا إشارة بدقاء سند حديث كد. قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار بدقاء سند إشارة كرده. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر. عبد الرحمن بن أبزاء مي فرمايت كما شاهد بودم بهم رأي عمر رضي الله عنه بودم يعني. وقال له عمار در حالك عمار بن ياسر برش قفت كنا في سرية بود ما دريك السفر هايك بخاطر جهاد سفر رفت بودن فأجنبنا بس ما جنوب شد أرضي ما جنوب شد. وقال بس دو قفت تفل فيهما في غمرة سام وقت كي تاريخية تيمومة عمار بن ياسر نشان داد تفل فيهما دستهاي خد تفكر يعني ففكر دستهاي خد. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار لعمر. عبد الرحمن بن أبزة ميقى كي عمار بن ياسر بعمر بن الخطاب قفت تمعكت ما وقت كي جنوب شدم كي تيموم كرم تمعكت ما دا زمين خدا لول دادم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بس ما مدن بقش النبي صلى الله عليه وسلم اقصر برش كردن فقال قفت يكفيك الوجه والكفين بتو كفايت ميك كافي كفايت ميكون بتو مسح كداني روي ومسح كداني دستها كفين. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن شهدت عمر. عبد الرحمن ميجا كما بيش عمر بودم رضي الله عنه قال له عمار كي عمار برش قفت وساق الحديث وهي حديثة باز ذكر كد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار عبد الرحمن بن أبزة ميجا كي عمار بن ياسر قفت فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض بس زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض بدست خد زمينه فمسح وجهه وكفيه بس مسح كد بدست هاي خد روي خدا وكفيه وكفين خدا. تمام رواية هارا بخاطري عزيزي ورد كي طريقة تيمم إنا مي طريقة كي آدم يكتف زمينة ميزانا باز بتوسط يازو روي خدا وكفين خدا مسح ميكونا اي طريقة تيمم اس. ورد باز رواية هاكي تيمم آمده كي تيمم دو زر بس ويك ضرب بخاطر رؤيس وضرب ديگه بخاطر دستهاتا بارنجهاست وحديث ضعيف است.